یک مقام کاخ سفید روز شنبه گفت ایران با تعیین یک مهلت یک ماه برای کشورهای غربی برای پذیرش پاسخ تهران به مبادله سوخت هسته‌ای با میانجیگری سازمان ملل متحد بر شیوه خود پافشاری می‌کند. مایک همر سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تقاضای ایران را رد کرد و گفت مبادله موجود که در تاریخ اول اکتبر به ایران پیشنهاد شده کافی است. همر گفت آیه پیشنهادی متوازن روی میز گذاشته است که هم تقاضای ایران برای سوخت را برآورده می‌سازد و هم از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران همان روز گفت اگر توافقی تا پایان ماه ژانویه صورت نگیرد، ایران برنامه‌های تولید سوخت هسته‌ای با غنای بالاتر را با سرعت به اجرا می‌گذارد. نیویورک تایمز دیروز گزارش داد مقامات دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگویند دیگر به یافته‌های کلیدی یک ارزیابی اطلاعاتی آمریکا در مورد ایران که بسیار بحث‌انگیز بوده است باور ندارند. در این ارزیابی گفته شده بود که تهران به همه فعالیت‌هایش برای طراحی یک کلاهک جنگی هسته‌ای در اواخر سال 2003 خاتمه داده است. این مقامات معتقدند که کار روی طرح سلاح‌ها در مقیاسی کوچکتر ادامه دارد. بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسرائیل نیز به برآورد مشابهی رسیدند. یک مقام دولتی که به شرط عدم افشای نامش سخن گفته تأکید کرده است که آنها در بازنگری برنامه هسته ایران به یک ارزیابی رسمی جدید نرسیدند. در همان حال مقامات دولت آمریکا میگویند نارامی‌های داخلی در ایران و نشانه‌هایی از بروز مشکلات در برنامه هسته‌ای تهران رهبران ایران را در مقابل تحریم‌های جدید قدرتمند و فوری آسیب‌پذیر ساخته است. به دنبال اقدامی ناموفق برای منفجر ساختن هواپیمایی به مقصد آمریکا در ماه گذشته، ایالات متحده دیروز اعلام کرد قوانین بازرسی تصویری سخت‌تری را برای مسافرانی که از طریق هوایی و از 14 ملیت نشان شده وارد آن کشور می‌شوند به اجرا می‌گذارد. به گزارش رویترز، طبق قوانین جدید همه مسافران هوایی که از خارج به آمریکا وارد می‌شوند با اقدامات بازرسی تصویری شدیدتری مواجه خواهند شد. به علاوه همه مسافرانی که از نیجریه، یمن، پاکستان، سوریه، ایران، سودان و کوبا می‌آیند لازم است که از مقابل دستگاه پیشرفته بازرسی تصویری عبور کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از آنکه یک مرد 23 ساله نیجریایی متهم به تلاش برای منفجر ساختن هواپیمایی به مقصد آمریکا موفق شد مواد منفجر را مخفیانه به داخل هواپیما ببرد، قول داده است برای برطرف کردن نواقص در نظام امنیتی اقدام کند.